بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام و عرض ادب خدمت همه بینندگان محترم تلویزیون. امیدوار هستم که همه جور و صحت و سلامت باشین. شاگردان نهایت گرامی، پای درستان بنشینین تا آخر این دقایق ما را دنبال کنین تا درس دهم ریاضی صنف هفتم را که خدمت شما تقدیم میکنیم که عنوان درس ما هست ستهای متناهی و نامتناهی. قبل از اینکه ما بیایم سر ستهای متناهی و نامتناهی، درس روز گذشته ما ست مکمله بود. شما را یک مختصر صحبت میکنیم برای ازو. مکمله ای را ما گفتیم برتان نشان میدیم به ای زبر یا به این شکل ای خط. ما مکمله را قسمی تعریف کردیم که مکمله ای عبارت از یو ای، یعنی مکمله ای مساوی است ست عمومی تفاضلش با ست ای. تمام عناصری که در ست یو وجود داشته باشد به استثنای ای، اونمون مکملش است. یعنی ست مکمله عبارت از ستی هست که تمام عناصرش در ست عمومی وجود داشته باشد به استثنای ای. ای بود درس گذشته شما که ست مکمله بود. حالا می‌ریم سر ست‌های متناهی و نامتناهی. گفتیم ست‌های متناهی ست‌هایی هستند که عناصر یک ست قابل شمارش یا معین باشند. به نام ست‌های متناهی یاد میشه. هرگاه عناصر یک ست قابل شمارش و یا معین نباشد به نام ست‌های نامتناهی. بسیار ساده نشته می‌کنیم ست A. یک ست متناهی نشته می‌کنیم 1, 2, 3, 4. ست B یک ست متناهی نشته می کنیم A, B, C, D. دو ست هست ست های متناهی که چهار عنصر داره و یه چهار عنصر داشتن، میشه از پنج، میشه ده عناصر مختلف. اما اگر بیم یک ست نامتناهی نشته کنیم، مثلا ما نشته می کنیم ست E مساوی است، ست اعداد جفت را نشته می کنیم 2, 4, 6, 8 نقطه نقطه ادامه داره. پس ما میگیم این ست یک ست نامتناهی است. چرا؟ به خاطر که آخرین عدد جفت را ما پیدا کرده نمیتونیم. پس اینجا ما دیدیم که ست اعداد جفت را که ما نشته کردیم اون 3 نقطه مانده، یعنی ادامه داره، پس غیر قابل شمارش است. مثلا او ما میم نشته میکنیم یک ست او اعداد تا 1, 3, 5, 7 یا نقطه نقطه ادامه داره، پس ایام یک ست نامتناهی است. پس ما فهمیدیم که ست های متناهی ست هایی هستند که قابل شمارش باشند، اما ست های غیر متناهی ست هایی هستند که غیر قابل شمارش باشند. پس اگر ما بیم نشته کنیم که یک دو ست دیگر بعد شما متناهی و نامتناهی را بگوییم تا خوبتر و بهتر یاد گرفته شود. مثلا نام ماهای یک سال، اگر ما یک ست نشته کنیم که ست A مساوی باشد به نام های ماهای سال، یک سال نام های ماهای یک سال، ای یک ست چی است؟ متناهی است. در یک سال چند ما داریم؟ 12 ماه. حمل، سرو، جوزا، سرطان، اسد، سنبله، میزان، عقرب، قوز، جدی، دل و حوت. شما میتونید این را بگوییم که یک ست متناهی است. مثلا ما نشته کده میتونیم که رنگ های بیرق افغانستان یک ست بی، اگر ما نشته کنیم در این قسمت براتان بی رنگ های بیرق افغانستان ای ست یک ست چی است؟ یک ست قابل شمارش است، ست متناهی است.
یعنی متناهی قابل شمارش یا معین، نامتناهی غیر قابل شمارش یعنی غیر معین. خب اگر ما نشته کنیم که ست دیگه برای ما داده شوه، ست سی مساوی باشه یک، دو، سه، چار، نقطه نقطه، هزار، آیا این یک ست متناهی است یا نامتناهی؟ شما این را اشتباه نگیرین که سه نقطه اینجا بود و سوال دیگه این سه نقطه، اما آخری از این معلوم است. پس میگیم یک ست متناهی است، ستی است که قابل شمارش است از یک الی هزار. پس ما فهمیدیم که ستهای متناهی و نامتناهی از هم چی فرق دارند. حالا اگر بحث دیگه برای ما سوال به شکل دیگه داده شود که یک ست نشته کنیم که نامتناهی باشم، مثلا ما یک ست را نشته میکنیم نامتناهی باشم، نشته میکنیم تعداد پرندگان در روی کره زمین. خب تعداد پرندگان در روی کره زمین این کدام ست هست؟ ست نامتناهی است. ما نمیتونیم تمام پرندگانی که در روی کره زمین هست ما او را چی کنیم؟ حساب کنیم. به این ترتیب ما ست دیگه را نشته کده میتونیم که نامتناهی باشم، تعداد خزنده گان در روی کره زمین، کره زمین. آیا ما میتونیم حساب کنیم که در روی کره زمین چقدر تعداد خزندگان است؟ بدون شک ما نمیتونیم. پس ما فهمیدیم که مثلا اگر ما یک ست متناهی رو نشته کنیم، ست حروف واول انگلیسی A, E, I, O, U، یک، دو، سه، چهار، پنج، پس قابل شمارش است، پس معین است، مشخص است. پس ما میگیم که اینی ست چی است؟ این ست متناهی است، ست متناهی یا قابل شمارش است. اما این دو ست دیگه که ما از اینجا به دست آوردیم اینا چی هستن؟ نامتناهی هستن. پس ما فهمیدیم ستهای متناهی ستهایی هستند که قابل شمارش باشند، اما ستهای غیر نامتناهی ستهایی هستند که قابل شمارش نباشند. امیدوار هستم که شما این دو بحث را فهمیده باشین که ستهای متناهی با نامتناهی چی فرق داره. فقط فرقش ای است که ستهای متناهی قابل شمارش هستند و ستهای نامتناهی غیر قابل شمارش هستند. آیا یک ساعت تعیین کننده مثلا ست اعداد جفت بزرگ از 20 را بنویسید، آیا می توانید تعداد عناصر این ست را تعیین کنید؟ خب سوالی هست که مثلا برای ما اگر یک کس میگه شما دی اعداد بزرگتر از 20 را بنویسید، اعداد بزرگتر از 20 را بنویسید، آیا میگه شما میتونین این را مشخص بکنین که این یک ست متناهی است و یا نامتناهی؟ شما از 20 کده بزرگ میفهمین که 21 هست، 22 هست، پس شما نقطه نقطه میگین که بیشترین اعداد وجود داره، غیر قابل شمارش است، پس این ست چی است؟ نامتناهی است. سوالای متعدد را که شما در این رابطه پیدا بکنین، ببینین و بفهمین که آیا این ست ها متناهی است یا نامتناهی. به طور مثال اگر ما ست H یک ست را بگیریم که ما نشته کنیم که 2 4 6 8 بالاخره نقطه نقطه 20، آیا این یک ست هست؟ شما میفهمین که ست تمام اعدادش جفت است، این متناهی است یا نامتناهی؟ پس متناهی است، اعداد جفت بین از 2 شروع الا 20. این اگر با برای ما داده شود که ست جی یک ست داده شود که
این اعداد داده شود دو، چار، شش، هشت، نقطه نقطه. خب پس فرق ای ست با ای ست چی است؟ ما میگیم که ای ست آخرش معلوم هست، قابل شمارش است، اما ای ست آخرش معلوم نیست، غیر قابل شمارش است. پس ای ست نامتناهی است، ای ست نامتناهی است و ای ست ست چی است؟ متناهی است. آله شاگردای عزیز، ما امیدوار هستم که شما این درس را با تمام معنا فهمیده باشین. فرق ست متناهی را متناهی را گفتیم که ست های متناهی عبارت از ست هایی است که تمام عناصرشان قابل شمارش باشن، یعنی عناصرشان مشخص باشن، تمام عناصرشان. اما ست های غیر متناهی عبارت از ست هایی است که غیر قابل شمارش، یعنی غیر چی باشن؟ غیر معین باشن. پس امیدوار هستم که شما این درس را یاد گرفته باشین. قبل از اینکه درس خود را به اختتام بتویم، برای شما دوسیه کار خانگی نوشته میکنم روی تخته. یک کارهای خانگی را بگیرین و در کتابچه هایتان یادداشت کنین و عملا یا را حل بکنین. خب شاگردای نهایت گرامی، من چند ست اینجا براتون نوشته میکنم. مثلا اگر سوال اول ما براتون نوشته کنم، مساوی باشه با ای، مساوی باشه با ست، یک، دو، سه، چار، نقطه نقطه، دو ست. آیا شما بگوین آیا ای ست متناهی است یا نامتناهی؟ فقط پیش روش نشته کنین. ست بی دو، چار، شش، هشت، نقطه نقطه. این سوال دو، دو ست دادیم، مقایسه کنین که کدامش متناهی است، کدامش نامتناهی. اگر این نامتناهی است، نشته کنین پیشویش نامتناهی. اگر متناهی است، نشته کنین پیشویش متناهی. و اگر این متناهی یا نامتناهی است، فقط پیشویش جوابش این قسمت نشته میکنین که متناهی یا نامتناهی. دو سوال دیگه را برای شما میتونم که خود شما سوال سوم، خود شما یک ست بنویسید که چی باشه؟ که نامتناهی باشه، نامتناهی باشد. امیدوار هستم که سه سوال را شما بگیرین و متناهی و نامتناهی را بفهمین و هم یک ست دیگه خود شما نشته کنین. ست از هر چیز که نشته میکنین، از اعداد نشته میکنین، از خزندگان نشته میکنین، از پرندگان نشته میکنین، از مخلوقات نشته میکنین. فقط برای ما مشخص کنین که ای ست ست متناهی است، ای ست ست نامتناهی است. تا بحث دیگر و درس دیگر که در خدمت شما عزیزان و شاگردان خوب قرار میگیرم، شما را به خداوند دانا و توانا میسپارم. شب روزتان بخیر. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.